بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان گرامی به ادامه درس مضمون پیلسکویل خوش آمدید. قسمی که در بخش قبلی ویدیو شما مشاهده کردین، موضوع مورد بحث ما انواع بررسی کننده های استثناء ها بود، یا در مورد exception handler type صحبت کردیم که به صورت عموم در پیلسکویل exception handler type ها به سه دسته تقسیم میشن. یکی سیستم دیفاین داشتیم، پری دیفاین داشتیم و همچنان یوزر دیفاین داشتیم که معمولاً به خاطر سهولت کار میتونیم از پری دیفایند اکسپشن هندلر ها استفاده کنیم که اکسپشن هندلر ها از قبل وجود داره و یک نام مشخص داره و یک ایرور نمبر داره و در کنار این دو موضوع اهدافش مشخص شده که به کدام دلیل ما میتونیم از ای اکسپشن هندلر ها استفاده کنیم. مثل که ما نام گرفتیم، نو دیتا فاوند بود، زیرو دیواید بود، اینا نمونه های از پری دیفاین اکسپشن هندلر هاست که میتونیم در یک پروگرام در یک برنامه موازی استفاده کنیم. و نوع سومش هم یوزر دیفاین اکسپشن هندلرز هست و این نوعش توسط استفاده کننده یا پروگرامر در یک پروگرام دیفاین و تعریف میشه، در صورتی که ما نتانیم اکسپشن ها را با استفاده از پری دیفاین هندل کنیم، در اون صورت لازم هست که ما یوزر دیفایند اکسپشن هندلر تعریف کنیم در داخل یک برنامه و در قسمی که نیاز داریم در پروگرام از او استفاده کنیم. مثالش هم در بخش قبلی گفتیم، مثلا اگر ما خواسته باشیم که یک اکسپشن تعریف بکنیم برای از اینکه اگر یک یوزر بخواه از اکاونت پولی خود پول کم کنه و وقتی که مقدار پولی که میخواد کم کنه از اکاونت خود به اندازه کافی در اکاونتش پول وجود نداشته باشه، باز او صورت یک اکسپشن هندلر ما رایز میکنیم که به یوزر نمایش بده که مقدار پولی که در اکاونت است به اندازه کافی موجود نیست. خب مثالش هم ما شما داخل سلاید دیدیم و در این قسمت در این بخش میخواییم که همه مثال ها را به شکل عملی کار کنیم که چطور میتونیم از predefined exception handler و همچنان از user defined exception handler در پروگرام ما استفاده کنیم. پس میریم به شکل عملی میبینیم که چه قسم میشه در یک برنامه PLSQL ما از exception handler ها استفاده کنیم. خب در قسمت اول میخواییم که exception handler predefined node data found کار بکنیم که مثالش هم شما در سلاید دیدین و node data found برای این استفاده میشد که وقتی ما query select استفاده میکنیم در یک پروگرام و با استفاده از query select دیتا را میخواییم retrieve کنیم، در صورت که دیتا موجود نباشه به صورت اوتومات خود سیستم exception node data found را rise میکنه که میتونیم ما او را handle کنیم در برنامه. پس در ابتدا قبل از اینکه بریم بخش های دیگر نشته میکنیم، سرور آوتپوت آن میکنیم، set server output on و بعد ما میریم در بخش دکلیرشن begin و end داریم که بلاک خود ختم میکنیم. خب ما میخواییم در قسمت دیتا را از داخل یک از تیبل ها دریافت بکنیم. مثلا ما در اینجا تیبل پرسن داریم و این تیبل پرسن اگر ما بخواییم ببینیم در داخل از دیتایی که موجود است، اینا هست، چند ریکارد داره و فرست نیم است، لاست نیم، ایمیل است. ما میخواییم که یک شخص داخل تیبل پرسن جستجو کنیم و بعد دیتایش نمایش بدیم، یا فرست نیمش میخواییم نمایش بدیم با استفاده از پرسن آیدیش. بنابراین اینجا میم یک وریبل تعریف میکنیم و تایپ از زیر میتونیم تیبل پرسن انتخاب کنیم دات پرسن آیدی .person_id و بعد type استفاده میکنیم. خب در اینجا ما میخواییم که PID را سرچ کنیم. خب میگیم این مساعی میشه با از متحول جایگزینی برای استفاده میکنیم، میگیم PID که باز این را یوزر یا استفاده کننده در پروگرام وارد بکنه و بعد این جستجو شه. خب در ادامه میخواییم که فرست نیم یک شخص که ما جستجو میکنیم بر ما شما نشان میتونیم اینجا یک وریبل با نام fname داشته باشیم. میم از
تیبل پرسنس استفاده شه و اینجا ما چه داریم؟ فرست نیم تایپ داریم. خب در قسمت بگین اینجا میتونیم ما کیوری سلیکت استفاده کنیم، سلیکت کنیم فرست نیم انتو اف نیم از تیبل پرسنس، در صورتی که پرسن آیدی ما مساوی میشه با پی آیدی باشه. خب این کیوری رو ما شما نوشته کردیم که برای فرست نیم دریافت بکنه، در داخل وریبل به نام اف نیم ذخیره کنه از تیبل پرسنز، در صورتی که پرسن آیدی ما مساوی میشه با پی آیدی باشه که یوزر او را وارد میکنه. و بعد به ادامهش میخواییم که رو بر ما نشان بده، dbmsoutput.putline نوشته میکنیم نیم و ایر کانکتنت میکنیم با اف نیم. خب در این قسمت ما میتونیم آل در بخش بعدی اکسپشن داشته باشیم که در یک بلاک اکسپشن از جمله بخش های اختیاری بود. میتونیم ما در قسمت اکسپشن در نظر بگیریم، میگیم در صورتی که نو دیتا فاوند داشتیم دن آل میخواییم اینجا یک مسیج بر ما شما نشان بده، dbmsoutput.putline بر ما نشان بده، بگه که no such person found in the database، یک مسیج نشان بده در صورتی که این شخص پیدا نشه، بگه که ایتو یک پرسن را داخل دیتابیس پیدا نتونستیم. اگر پیدا شود برای ما و شما نمیشه نشان بده. خب و میتونیم این پروگرام اول ما اجرا کنیم، اکسیکیوت کنیم، ببینیم که نتیجهش چه قسم است. باز ما میخوایم میگه enter value for PID، PID شخص شما وارد بکنین، ما ID 1 وارد میکنیم و ایره اوکی میکنیم و اینجا میبینیم در داخل برنامه پروگرام موافقانه ختم میشه، این میشه و کسی که یا شخصی که آیدی شگ است به نام محمود بر ماجمو نمایش داده میشه. میبینیم در داخل تیبل پرسن که کسی که آیدی شگ است اسمش چی است؟ فرسنمش محمود است و ما میتونیم در داخل آوتپوت پروگرام این را مشاهده کنیم. خب این قسمت درست شد. حالا میریم اسکریپت آوتپوت کلوز میکنیم، دوباره این پروگرام اجرا میکنیم، آیدی وارد میکنیم که وجود نداشته باشه. مثلا ما آیدی 8 وارد میکنیم، میگم شخصی با پرسنال آیدی 8 جستجو شو، اوکی میکنیم و وقتی که این جستجو میشه میبینیم که شخص با آیدی شماره 8 مداخله تیبل پرسنس نداره. بنابراین در این قسمت میبینیم که در بخش آوتپوت بر ما شما بخش اکسپشن اجرا کرده و مسیجی که در لاین شماره 18 در قسمت اکسپشن ما داریم بر ما شما نشان میده، میگه که no such person found in the database، دیتابیس ما همچون شخص را پیدا نتونستیم. ای به این مفهوم است که در اینجا در قسمت کیوری سلیکت وقتی که اجرا میکنه انجام میده ایره این همی شخص پیدا نمیشه و خود سیستم اکسپشن به نام no data found رایز میکنه و در اینجا در داخل اکسپشن در داخل پروگرام ما خود ما میریم برش کد نوشته میکنیم، میگم وقتی که این اکسپشن وجود داشته باشه بنابراین برای ما این مسیج پرینت کنه یا چاپ کنه. خب ایره فهمیدیم که چطور ما میتونیم اکسپشن ها را در داخل یک پروگرام یک برنامه داشته باشیم به شکل. مثال دیگه ای که میخوایم کار کنیم از زیرو دیواید هست، ای هم یک اکسپشن هست که پری دیفاین است، از قبل وجود داره و زیرو دیواید به این منظور است وقتی که ما عدد تقسیم صفر میکنیم دقیقا از لحاظ منطق ریاضی مشکل داره، نباید تقسیم شه و در اون صورت باید یک اکسپشن رایز شود که ما مشخص آوتپوت بدیم یا یک عملی را اجرا کنیم و به یوزر بفهمانیم که شما مخرج صفر گرفتین و یا تقسیم صفر نمیشه. اینجا سرور آوتپوت آن میکنیم، در بخش دکلیریشن و بعد بگین و اند. خب این بلاک رو نوشته کردیم و میتونیم اینجا بیم دو تا نمبر تعریف بکنیم، میگیم که نمبر یک تایپش چی باشه؟ نمبر باشه و این هم از یوزر بخوایم نمبر یک، نمبر دو
یا هم تایپ چی باشه؟ نمبر باشه. ایره هم از یوزر میخواییم، میگیم نمبر دوره وارد بکنم. خب باید آمده داخل پروگرام میتونیم ما اینجا کود نوشته کنیم. میگم که عدد تقسیم بکنه و ایره بر ما شما نشان بده. dbms output.putline در اینجا میگیم که نمبر وان یا نمبر یک تقسیمی چی میشه؟ نمبر دو میشه و نتیجهش چیست؟ نمبر یک تقسیمی نمبر دو. خب حالا بخاطر از اینکه در پروگرام کسی نمبر دو را صفر وارد نکنه که پروگرام ایرور بده، ما میتونیم اکسپشن را هندل کنیم. پس میریم در قسمت اکسپشن. در اینجا ما نوشته میکنیم، میگیم when zero divide شد then. اگر تقسیم صفر شود اعداد ما در صورت، باز بر ما یک مسیج نشان میده. dbms output.putline بگه که dear user number 2 can't be 0. و سیمکالان میگذاریم، آله رو فرمت میکنیم، پروگرام کم منظم میشه، ایر میتونیم اجرا کنیم. این را اجرا میکنیم، میخواییم که دو تا عدد با هم تقسیم کنیم. مثلا میگم 12 عدد اول ما باشه تقسیم 6 شد. خب و این را وقت اجرا میکنیم، نمبر 1 تقسیم نمبر 2 نتیجه چند میشه؟ نتیجهش 2 میشه. 12 تقسیم 6 2 میشه. دوباره میتونیم اسکریپت آوتپوت را کلوز کنیم و دوباره بریم برنامه را اجرا کنیم. این بار میخواییم بگم 12 و 2 میخواییم میخواییم 0 بگذاریم. و وقتی که 12 را تقسیم دو میکنیم، به صورت اتومات سیستم به ما نشان میده که شما چرا اکسپشن اینجا اتفاق افتاده و اکسپشن چه زیرو دیواید هست. و اتومات میره سر اکسپشن زیرو دیواید و چیزی را که ما شما کد کردیم در اینجا بر ما شما نشان میده. میگه dear user number 2 cannot be 0. و این به این مفهوم است که نمبر 2 که مخرج است او 0 است و از لحاظ منطق ریاضی عدد تقسیم صفر نمیشه. بنابراین خود سیستم اکسپشن زیرو دیواید در اینجا آشکارا میسازه و ما میتونیم که ایره هندل کنیم. رایز میشه و ما هندل میکنیم، میتونیم به صورت آوتپوت بر شما نشان بدیم. پس اینا چه بود؟ دو تا نمونه بود که ما میتونستیم یک اکسپشن را در داخل پروگرام تعریف بکنیم. و در این دو مثال ما در کل از اکسپشن های پریدیفاین استفاده کردیم، اکسپشن هایی که از قبل در پیل اسکویل تعریف شده و اکسپشن ها هر کدامش معنا و مفهوم مشخص داره، یعنی به اساس یک دلیل مشخص ایجاد شده و هر کدام از یک نام مشخص داره و یک کد یا ایرور نمبر مشخص داره که میتونیم ما او را شناسایی بکنیم و در پروگرام استفاده کنیم. در ویدیوی بعدی میریم بخشای یوزر دیفایند اکسپشن ها رو به شکل عملی کار میکنیم که چطور میتونیم یک اکسپشن خود ما در پروگرام تعریف بکنیم و در صورت نیاز رایز بکنیم و از او استفاده کنیم تا اینکه پروگرام ما غلطی را نشان نده. تشکر از توجه شما.